بسم الله الرحمن الرحيم. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الايمان غرد واصدح الحمد لله رب العالمين وخير العاقبه للمتقين الصلاه والسلام على امام الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد باب باب اي الاسلام افضل حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد الاموي القريشي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو بردة عبد الله ابن ابي بردة عن ابي بردة عن ابي موسى عن ابي موسى قال قالوا يا رسول الله اي الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده باب اطعام الطعام من الاسلام حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرا السلام عَلَى من عرفته ولم تعرف بابي كه اسلام افضل است در باب احوال حديث ش قبلا خوانده بوديم در حديثي در هفته گذشته تير شد در درس ما صحابه از رسول الله صلى الله عليه وسلم پرسان كردن که راویش ابی موسی عشری رضی الله تعالی عنه ارضاه است که صحابه پرسان کردن یا رسول الله کدام اسلام افضل است قال من سلم المسلمون من لسانه و یده کسی که سالم و نصایر مسلمان ها از شر زبانش و از شر دستش ای اسلام اسلام افضل و بهتر است هرگاهی که یک مسلمان از شر دست و شر زبان دیگه مسلمان ها از شر دست و زبانش در امان بانه ای بهترین اسلام است و افضلترین اسلام است ای حدیث قبلا خوانده بودیم یک تکرار از حسن تکرار اه و حسن جملات جوامع کلمش که خیلی مهم است و ای حدیث فرمول سلامت اجتماعی است و در حقیقت جامعه سالم و یک جامعه که بر مبنای لا ضرر ولا لا ضرار استوار باشه اموت جامعه برمیگرده به اصلش که همی حدیث مبارک است مسلمان کسی است که سالم بانه از شر زبانش و دستش سایر انسانها و مسلمان ها مسلمانها دیگه مسلمان ها از شرش سالم بانه ای بهترین اسلام و بهترین عمل اسلامی یا بهترین خصلت اسلامی است حدیث باب دوم هم به می است که کدام نوع اسلام بهتر است و کدام خصلت دیگه اسلام بهتر است رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبی و سلم عادت مبارکشان چنان بود که هر کسی را موافق به امو نیازش نسخه می داد موافق به نیازش دوام می داد دوایی که پیغمبر علیه صلات و سلام برای مؤمنان میداد این دوا در حقیقت مرض هر کسی را دیده گاهی اوقات می گفت که سالم ماندن از شر دست و زبانش ای اسلام است و ای خصلت بهتری اسلامی است گاهی چنین میگفت. گاهی برعکسی از این می گفت که نه ایرام خواست و از در پهلویش کار دیگری هم که تعام دادن سلام دادن و اینا علائم اسلام است بعضی اوقات میفرمود که نماز در شبنگام در نیمه شب که مردم استراحت هستند اینا اسلام افضل است در مجموع این احادیث به یک نقطه اشاره میکنه که خصایل کامل اسلام و خصایل تکمیلی اسلام این خصایل خصایل متعدد است انواع اقسام و اطراف مختلف شیون و زوایای زندگی انسان احاطه میکنه اسلام بر یک نقطه متمرکز نیست به یک خصلت متمرکز نیست دین جامع است دین کامل است که در تمام بخشا و در تمام ابعاد حیات بشر برنامه دارد برخلاف سایر مکاتب افکار و نظریات که به یک قسمت مثلا شما اگر هندویزم ببینید اونا یک اصل داره به نام عالمی بایچاری یعنی برادری مخلوقات برادری عالمی اونا ای اصطلاح عالمی بایچاری در هندویزم یک اصل است میگه تمام مخلوقات با انسان در مخلوق بودن اشان که مخلوق خدا هستند شریک هستند پس عالمی بایچاری میگن برش یعنی برادری جهانی برادری مخلوقات با همه مخلوقات ما برادر هستیم لذا ای اصل میگه هیچ مخلوق حق نداره بر مخلوق دیگه تعدا کنه اگر تعدا میکنه صفات انسانیت در وجود از حلول نکرده صفات حیوانیت حلول کرده از همی جهت است که انسان های ظالم را میگن وقتی که ظلم و گناه میکنه که میمره روح ازی دوباره به شکل تناسخ حیوانات تناسخ ارواح حیوانات میشه یعنی روح ازی وقتی که یه انسان گناه میکنه انسان ظلم و و تجاوز میکنه روح ازی دوباره میایه به شکل شیر و پلنگ و درنده و گزنده و خزنده به شکل از حلول میکنه این عقیده تناسخ یک عقیده بسیار مشهور شرقیاست بیشترش بودایی سکها هندویزم و بعضی از خرافه حلولی مسلمان ها، نماها که خود منصوب به سوی اسلام مسلمان میدانند بخشی از مسیحیا هم مسیحیای کلیسای شرقیشان به میعقیده بود دو کلیسای بزرگ داشتن کلیسا شرقی و کلیسا غربی میگفتن که کلیسا غربی معمولا در مغرب زمین و در افریقا بود و کلیسای شرقیش که در ترکیه و در کشورهای شرق روسیه اروپا بود این قسمت ها در شمال روسیه شمال اروپا و شمال شرق اروپا اینا اینا کلیسای شرقی میگفتن یا کلیسای شرقی به این نظر بود که ارواح تناسخ داره هرگاه انسان گناه میکنه روح ازی پس در یک حیوان گناهگار حیوان متعدی مثل شیر و پلنگ و گرگ و امثال ازی در ها روح می یک اصلی که اونا داره کل یعنی هندویزم بر اصل عالم بیچاری میگه که ما با مخلوقات بایچاری یا برادری داریم برادری که ما با مخلوقات داریم این برادری در حقیقت برادری غیر از برادری انسانی است ما با انسانیت هم نویت داریم با سایر مخلوقات برادری یا بایچاری داریم کل هندویزم برای یک دیگه خسلت دونی است میگه که تعدار حق نداری یعنی حق نداره یک انسان دیگه انسان بکشه از این خاطر اونا یک مردم های دارن به نام ویجیتیریان میگن مردمایی که گوشت نمیخورن ویج برش میگن ویجیتیریان یا ویج مخففش ویج است ورنان ما شما را میگن که مردم های گوشت خور هستیم اونا اصلا ویجیتیریان میگه هیچ گوشت جایز نیست از زنده خوردنش جایز نیست هر چیزی که زنده جان باشه چی ماهی چی انسان چی حیوان چی سایر مخلوقات هر چیزی که زنده جان باشه میگه گوشتش جایز نیست فقط گوشت مطلق حرام است میخوری میگه اصلا انسان به خاطر گوشت میگه آفریده نشده که گوشت بخوره گوشت میگه حیوانات میخوره انسان به خاطر سبزیجات آفریده شده سبزیجات خدا مخلوقات بسیار زیاد است بخوریم شما فکر کنید در حالی که غافل این است که اونا در هر روز میلیارد ها نوع مخلوق زنده را میخورن میلیارد ها نوع مخلوق زنده را که ما تنفس میکنیم به میلیارد ها نوع جرسومه یا جراسیم که زنده است موجودات زنده است نه فضا بسیار زیاد جرثوم های زنده هستند ما اون رو تنفس میکنیم با یک بار تنفس حدود بیشتر از یک میلیون شاید جرثوم وارد دماغ شود این کلی از این میسوزه این سوخت به شکل کربن دای خارج میشه با واسطه اکسیژن داخل میشه خود می سوزد. فضای داخل وجود فضای گرم است فضای است که حرارت 37 درجه حد اوسطش است لذا میسوزانه او را که سوختان پس که تنفس هم می کشیم و او را در 37 درجه حرارت اونام در می گیره می سوزه که سو دوباره مردی از او بیرون می شه مردی از او در مجموع که باز یک قسمت زیاد ذخیره شوه دماغ باز مجبور به با عطسه عدسه می شه قسمت های انتان های مرده که در دماغ می و که وارد می شود در ابتدای ورود دماغ می مره که می دماغ نوی خارشت می میگیره که خواهی نخواهی انسان عدسه میزنه مجبور به عدسه میشه و از خاطر است که شریعت اسلامی میگه که الحمدلله حمد شنا بگو و دیگان برش بگو که الله تو را رحمت کنه یا الله علت همین است که به با هر بار عدسه زدن به میلیون ها جرسومه که در وجود جای گرفته بود خود این میکروب های زنده وقتی که میمره بازم به زهر تبدیل میشه به میکروب تبدیل میشه این دماغ تهدید میکند ولی الحمدلله که الله میگه دماغ مرا باز ساخت او میکروب ها را بیرون ساخت او روز یک مقاله را ما می خواندم هارون یحیا نشر کرده بود اغلبا هارون یحیا ترکی اغلبا نمو نشر کرده بود او گفته بود که به با یک بار عدسه بین 5 تا 15 میلیون میکروب احتمالی که هر کدامش احتمال داره که وجود را از پا در بیاره به یک عدسه از وجود انسان بیرون میشه یعنی فکر کنی که بین 5 تا 15 میلیون بسیار چیز است که هر کدام از این میگه احتمال داره که وجود را به تحدید مواجه بسازه و مخاطره مواجه بسازه ای از وجود انسان بیرون میشه از این خاطر از شریعت اسلامی میگه که الحمدلله بگو و دیگه هم تو بگه که الله تو را رحمت کنه الله تو را رح مورد رحمت قرار بده چرا امی از خروج میکروب بیرون است و به بیرون نوی از اذیت از بر دیگران هم است در فضای باز میکروب خارج میسازی اما ابو با میکروب های دیگه تبدیل میشه با موجودات زهری یک تبدیل میشه از او خاطر میگه و دیگه برش دعا میکنه که یرحمك الله الله تعالی رحمت کنه الله تعالی رحمت کنه با وجود که کار کردی که غیر ایرادی بر دیگران شاید زیان سبب تماشا ولی الله تعالی رحمت کنه که ازی. او هم باز برش میگه که الله تعالی هدایت کنه حالت تو خوب بسازه یعنی هر چیز اسلام و شریعت که ببینیم بنوی مجموعه آداب و, و, سلوک و رسوم سالم زندگی است برخلاف سایر ادیان که به یک قسمت متمرکز هستن اسلام به یک قسمت نیست از اون خاطر گاهی می که یک عمل را اسلام میدانه گاهی دیگه عمل گاهی دیگه مجموعه از که سرجم کنی اسلام جور می پیشش پس این خسائلی که در حدیث ذکر میشه شه معنایش نیست که تنها اینمی اسلام است پیغمبر اسلام که اسلام افضل و کدام اسلام افضل است میگه کسی که سالم بانه دیگهش پرسان میگه کدام اسلام افضل است میگه تعام دادن سلام دادن بر کس که میشناسی نمیشناسی دیگهش میگه که نماز در نیمه شب میگه ای که برادر مسلمانت را نصرت و کمک کنی دیگهش میگه که صدقه و با مثل از هر کدام احکام از جمله لزومات شئون اسلامی است یعنی هر کدامش یک شئون و بخشی از اسلام تشکیل میدن باب اطعام و طعام من الاسلام امام بخاری می که باب است در بیان این که طعام دادن طعام از جمله اسلام است از طعام دادن از جمله خصایل اسلامی است تقاضای اسلام تقاضای دین انسانی است که اطعام بده دیگرا را طعام بده مسلمان کنجوس نمی باشه مسلمان ممسک نمی باشه مسلمان دست باز می داشته باشه مسلمان کسی نمی باشه که از دیگرا بخوره و خودش انفاق نکنه یعنی به جیب دیگرا سیل نداره بلکه جیب خود را در اختیار دیگرا قرار میده این این اسلامی است مسلمان کسی است که دیگرا را اطعام مita اگر خودش تمام دیگرا را میخوره هم درست است خب به دیگرا اطعام دادن این خصایل والای اسلامی است ب دیگرا تعام دادن ای خسلت والای اسلامی استباب اام الطعام من الاسلاممخورنن عام اطعام الا ببرس تعام دادنمخورننام تعارف تعام به دیرا پذیرایی تعام م جز از اسلام است حدثنا عمربن خالد حدیث بیان کرد برای ما عمر بن خالد هرگاه در پیشوری عمر و نوشته شو عمر خوانده میشه حدیث بیان کرد برای ما عمر بن خالد که استاد امام بخاری میشد قال حدثنا و او میگه حدیث بیان کرد برای ما لیس و لیس تبع تابعی بود عن یزید از یزید بیان کرد یزید یکی از تابعین بود عن ابل خیره از ابل خیر از, از قبیله یزن بوده از نسبتش به سوی یزن بوده عن ابل خیر یزنی هم تابعی بوده خود از این شاگرد عبدالله بن عمر بوده شاگرد عبدالله بن عمر بوده و عبدالله بن عمر از جمله عباد الله چارگانه است عبدالله بن عباس عبدالله بن عمر عبدالله بن مسعود و عبدالله بن عمر یعنی از جمله عباد الله اربعه میگن برش که یا در فقاهت و در حدیث در بین صحابه امتیاز بسیار خاص داشتند در فقهات و در حدیث و در روایت حدیث و در حدیث و در فهم دقیق از حدیث بسیار زیاد دست بالا در بین صحابه خصوصا کلشان جوان بودن کلشان نسبت به دیگران جوان تر بودن نسبت به با ابوبکر و عمر و اینا عبدالله بن عمر عبدالله بن عباس کوچکترینشان بود و عبدالله بن مسعود یک ذره بزرگ بود نسبت به دیگران عبدالله بن مسعود یک ذره نسبت به دیگران بزرگتر بود و عبدالله بن عمر يوم إيه جوان جوان بود پدر از عمر بن عاص و ولي مصر و فاتح مصر بود خب آه، میگه عبد الله بن عمر میگه اه ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم میگه ان رجلا آه عبد الله بن عمر ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم یقینا يا قدام پرسيده پیغمبر عليه السلام أي الاسلام خير اي پیغمبر کدام اسلام بهتر است کدام اسلام کدام خصلت اسلام و کدام روش اسلامی بهتر است کدام روش را مکنم بهتر است از یک آدم پرسید چون در وجود از این آدم اینی خصایل کم دیده می شد پیامبر علیه و سلام ای را به می خصایل دعوت می کنم چی می گه؟ قال تطعیم و دادن طعام است دادن طعام است طعام دادن ای یک خصلت اسلامی است و تقرع السلام و خاندن سلام قراعت سلام از خصلت اسلامی است على من عرفت ولم تعرف یا عرفت و عرفت هر دوش خانده می شود اگه درست است و عرفتام هم اگه بخانی درست است هر دوی از این معنا را افاده میکنه گفت او اسلام بهتر است کدام اسلام بهتر است گفت اسلامی که کدام خصلت اسلامی بهتر است یا رسول الله کدام خصایل اسلام بهتر است که ما همون خسلت را در وجود خود بیارم عبدالله بن عمر رواد میگنه که اگه آدم آمد از رسول الله صلی الله علیه سلام پرسان کرد که ایو الاسلام خیرون کدام اسلام بهتر است یعنی کدام خصلت و عمل اسلامی بهتر است پیغمبر علیه السلام دید که در جان ازی کدام عیب موجود است گفت که قال تطعیم الطعام کدام نیرو وجودی وجود قوی شوه که دیگه خسلت ها را داشت مثلا در جهاد دست باز داشت با پدر و مادر خدمت میکدی ولی در وجود در دو خصلت از این پیغمبر ضعف دیده بود برای از او می فرمایه می گه قال یک دادن تعام خورانیدن تعام ای بهترین خصلت است بهترین خصلت خوراندن تعام است برای فقرا برای مستضعفین برای ناتوانا طعام دادن ای بهترین خصلت است یک تطعیم الطعام دادن طعام خورانیدن طعام و تعارف طعام بر دیگرا ای بهترین خصلت است یک دوم و تقرع السلام و بخانی سلام را قراءت سلام یعنی گفتن سلام است علا من عرفت و لم تعرف به کسی که مشناسی یا نمشناسی پیغمبر علیه صلات و سلام دید که در وجود ای آدم ای دو خصلت باید قوی شود البته برای شناسا بیا از مردم سلام میده برای مردم شناسا که بشناس خوب بیا از اولین برخورد ما سلام است السلام علیکم میگیم برای هر که بشناسیم ولی برخی مردم ها به ناشنایا سلام نمیده میگه بیا در کیره مشناسه ما سلام میگه با کل کی سلام بده پیغمبر علیه السلام میگه نه سلام, سلام به کسی که تو مشناسی یا نمشناسی سلام بفرما سلام دادن برای آشنایا و شناسا ها خوب بیا از طریق اولاست اما سلام دادن برای ناشناسا ناشنایان آنان را که نمیشناسی با اونا سلام دادن این میگه بهترین خصلت است پس دی حدیث دو خصلت بزرگ رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه به معرفی میگیره در ضمن سوال آدم سوال میکنه که ایول الاسلام خیرون کدام خصلت اسلام بهتر است قال تطعیم الطعام گفت دادن طعام بهترین خصلت دادن طعام است و وتقرا السلام بخاني سلام را خيرات كني بخاني سلام را على من عرفته با كسي مشناسي ولم تعرف و انا مشناسي و ناشناها ناشنويا باید كادام ادم سلام بتا اي خصلت بزرگترين خصلت است پیغمبر عليه الصلاه و السلام در اين حديث ديگه ميفرمایا لا لا يدخل الجنه لا تدخل الجنه حتى تؤمنوا شما به جنات داخل شده نميتونيد كه ایمان ولا تؤمنوا حتى تحابوا شما مؤمنهم شدندان میتونه تا وقتی که در بینتان محبت نکنه اولا ادل لكم على في على عمل اذا عملتم آه تحببتم میگویید شما را دلالت کنم به یک عملی که اگر او کارا کنین محبتتان زیاد میشه صاحب گفتن يا یا رسول الله فرمود که آه آه تق میفرماید که والسلام على من عرفته ولم تعرف افشا و سلام بینکم افشا و سلام بینکم سلام را در میانتان پراگنده بسازین سلام را در میانتان پاش بسازین افشا اصلا افشا پاش کردن میگه خورا که وای خراول خراول یعنی پراگنده کردن در پشتو یک ذره ترجمه آسان است برم خراول دی سلام دی میگه سلام و بین بینکم سلام را در میانتان همگانی بسازین. سلام را در میانتان همگانی بسازه و این سلام تنها خصلت مؤمنان است و بس بغیر از مؤمن این تحیه کسی دیگه نیست چون تحیه الله است و تحیه اهل جنت است غیر از مؤمن با کسی دیگه این تحیه نیست این تحیه تحیه اهل جنت است از ما از چی میگم که غیر از مؤمن نمیکنه یک 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 یک, یک زرافت داره هر کس که گفت 50 افغانی برش جایزه میتم که دلیل دارم که بغیر از مؤمنا ای تحیه کسی دیگه نبوده اگر دیگران میکنه تقلیدا از مسلمان ها میکنه و قبل از مؤمن کسی دیگه تحیه یا ای ترحیب نکنه سیدنا موسی علیه السلام پیش خزر علیه السلام رفت رسول الله صلی الله علیه السلام قصه میکنه او در مجمل بحرین بود مجمل بحرین در کجا بوده به الله رب العزت معلوم از جغرافیش برای ما نگفته خود دو جایی بوده که دو بحر در بین بود یعنی جزیری کو جه انسان زندگی نمی کرد. مردم زندگی مسلمان زندگی نمی کرد موسی علیه السلام رفت گفت در حالی که خزر بالای آ... چادر مسجی کرده بود مسجی رمه که پای زیر پای تام چادر کنی و در سر تام کنی یک چادر کش کنی که هم زیر پای باشه هم در زیر سر کت یک چادر سر و پای تا کلش بپوشانی امیت خود پوشانده بود موسی علیه السلام گرفت او در حالی که خزر علیه خواب بود گفت. السلام علیکم خزر برش گفت و ما اردو به سلام. گفتی زمین و سلام نه اینجا که سلام نمیگه اینجا خود ما در اطراف غیر از ما دیگه مومن نیست که توی سلام از کجا یاد گرفتی ای سلام و ما اردو که به سلامی زمین زمین سلام نیست که توی سلام میدی اینه معلوم میشود که اصلا غیر از مسلمان به سلام عادت نداشته غیر از مسلمان اگه عادت میداش خزیر تعجب نمیکرد خزیر علیه سلام تعجب باوجود این از این معلوم نیست که خزیر هم غیب شاگرد خود نمیشناخته غیب نمیفهمیده خزیر غیب میفهمید او چت باید تعجب نمی کرد میشناختیش که رسول الله صلی الله و رسول الله حضرت سیدنا موسی علیه السلام است باید میگو ولی بدون از اینکه او سیدنا موسی علیه السلام را بشناسه میگه و ما ارضک بالسلام میگی زمین زمین سلام نیست گفت قال انا موسی من موسی هستم گفت موسی بنی اسرائیل ا موسی بنی اسرائیل میگه آیا موسی بنی اسرائیل است موسی بنی اسرائیل است آیا این موسی که تو هستی کدام موسا؟ موسا بنی اسرائیل گفت بله موسا بنی اسرائیل هستم ما گفتم موسی معلوم می شود که تحیه تنها و تنها از مسلمان ها بود مؤمنا ها بود غیر از مؤمن و مسلمان به این تحیه عادت نداشتن اگر ها هم میکنن اونا تقلیدن از مسلمان ها میکنن مثل که یهودا بر مسلمان ها سلام میدادن دادن سلام علیکم سلام علیکم ولی موسا علیه سلام خو یهود نبود اسلام دین کل پیغمبر همه پیغمبرای الهی مسلمان بودن هیچ پیغمبری به غیر از اسلام دیگه نام نداشت این نام ها رو مردم ساختن یهود همین یهود و نصارا نامای خودشان است نام الله نیست که سرشان مانده این نام ها خود از یا ماندن موسی علیه السلام از قوم بنی اسرائیل بود پیغمبر بالای بنی اسرائیل بود خود دین بنی اسرائیل دین یهودیت نبود دین بنی اسرائیل دین اسلام بود یهودیت ساخته شده منحرفی اسلام بنی اسرائیل است دین اصلی بنی اسرائیل چی بود؟ اسلام دین بنی اسرائیل اسلام بوده دین ما قبل بنی اسرائیل از پدر بنی اسرائیل که یعقوب علیه السلام است او هم دینش اسلام بود از پدر یعقوب اسحاق علیه السلام او هم اسلام بود از پدر اسحاق ابراهیم علیه السلام او هم اسلام بود دین کل پیغمبرا اسلام بوده این دین های دیگه که به نام یهودیت و نصرانیت آمده این نام های خود است مثل که بطور مثال نام رسمی ما افغانی باشم یک نفر بیا بر با بگه که ما برادر افغانی نیستم ما کافی است که ما خود جلال آبادی میگم بس نام اصلی در رسمی از به طور مثال افغانی باشه و بگه که نه نام من جلال آبادی است و یا بگه که نه ما افغانی نیستم ما پشاوری هستم به طور مثال یک نام دیگه یک بخش دیگه را باره این نام یهودیت نام ساخته شده دین منسوخ شده بنی اسرائیل است دین اصلی بنی دین مسخه دست که زده دست یا دست, دست زده شده این دین دین بنی اسرائیل نیست دین اصلیشان اصل دینی که الله نازل کرده بود او دین دین اسلام بوده این نام های بعدی که به نام یهودیت و نصرانیت این نام ها را اونا خودشان برای خود جور کردن یکی گفتن که نسبت ما به سوی یهودا ابن یعقوب است یهود گفتن که یهودا ابن یعقوب بابی کلان ما می شد یکی از فرزندای سیدنا یعقوب علیه السلام بود دیگهش گفتن که نه نسبت ما به سوی این نهود نه الیک خدایا ما به سوی تو رجوع کرده ما میگه اونو مردمای های رجوع کننده هستیم این نام ها را خدا نمانده این هی اسماء سمیتموها این نام هایی که شما او را مانده ما انزل الله بها به من سلطان اگر چی در حق مشرکین و بتای مشرکین است ولی حکمش عام است میگه این هی الا اسماء سمیتموها این را خود شما گذاشتید ما انزل الله بها من سلطان الله دی رابطه هیچ دلیل را نازل نکرده الله هیچ دلیل سلطان را نازل نکرده است این نام ها را خودتان و آبا کم پدرانتان گذاشته اگر آیت که خانم در حق مشرکی نسی ولی حکمش عام از بر میگیره هر کسی که نام از خود بانه بدون نامی که الله را العزت وضع کرده و رسول الله آها آفرین ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ابراهيم ك پدر اديان بود پدري, پدر پدر اديان بود يهودات بر ابراهيم عليه السلام از نگاه قبيله و از نگاه مذهب اون مسيحيا بر میگردن اگر نام مسیحیت درست نیست قرآن سرشان نصارا مانده این نام مسیحیت اینا به خاطر که همو جرم خدا بپوشانن چون برام نصرانیت جرم صورت گرفته و خدا بگه که ما پیرو مسیح علیه السلام هستیم دروغ است اینا موسویان نیستن اینا عیسویان نیستن اینا مسیحیان نیستن ما مسیحی هستیم ما نسبت ما به سوی مسیح علیه السلام است نحن احق بموسی منه پیغمبر علیه السلام میگم که ما میگه بهتر هستیم پس ما نسبت ما با مسیح علیه السلام بیشتر است از از این نصارا امروز کرده نسبت ما با موسی علیه السلام بیشتر است از یهودی امروز کرده پس اگر ما خود مسیحی بدانیم که ما پیرو مسیح علیه السلام هستیم ما حق به جانب هستیم چرا مو تعلیمات مسیح علیه السلام در وجود ما موجود است و در وجود خود از یا موجود نیست ما روز گذشته یک دی وقت یک مقاله را میخوایم نشر کنم دیگه مقاله زیاد کار و زیاد مطالعه اسلام سکولاریسم امی سکولار چی گونه با بار آمد سکولاریزم یا لایسیزم یا لایست یا لایک اینا چی گونه بابار آمد به از مطالعه می کنم او روز نظریات یکی از های مسیحی را می از مسیحیات آزادی الهیات آزادی بخشه که او آدم اصلش از امریکای لاتین است از اکوادور است کشیش ولی بعدها ها آمد در امریکای شمالی جاگزین شده از فیلن در شمالی بزرگترین کشیش است هاستوف ها پوپ هستوف نام داره پاپ هستوف او میگه اگر به چشم انصاف نظر کنی از بزرگترین که شای کلیساس و ایرا, ایرا خوشبختانه که در مجله آلمان نظریات از این نشر شده از قول از این نشر شده است که خوشبختانه امروز ما میبینیم که به تعلیمات مسیح از ما مسیحیا که مسلمان ها خیلی پابندتر هستند پس ما با جرأت گفته میدانیم که مسلمان ها مسیحی تر هستند نسبت به ارتدوکس و کاتولیک و پروتو... پروتستانت از سه مذاهب بزرگ مسیحیت این قول یک... یک, کشیش مسیحی است خودش هم مسیحی کشیش یعنی پوپ است از جمله پوپ های بزرگ است یا اسقف های بزرگ است او کشیش میگه میگه اگر به چشم انصاف نظر بیندازیم میبینیم که مسلمان ها مجلس پیگال آلمان ما آوردیم مقاله که از چرا یعنی سیکولار به بار آمده خود همین مسیحیت موجوده یا 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 نصرانیت موجوده و قرن 18 و 19 و 20 که آغاز سیکولاریسم از اونم قرن شروع شد 17 17 دیگه آغازش بود که از انقلاب فرانسه و بالاخره انقلاب اکتبر و بالاخره انقلاب صنعتی که آمد یا روسانس یا رونسانس و ریسانس هم ریسانس هم رونسانس هم روسانس در امو زمانی که یک انقلاب سنتی بار آمد زمینه برای دیگرگونی مذهبی هم بار آمد که تانستان مذهب آیستا جای خود را برای سیاست بگذاره و کلیسا جای خود را برای بگذاره دیگه اون نظر اوشی کشیش که خود میگه در ساختار لایک که نظام های لایک چی گونه به بار آمد او میگه که خود همین مسیحیت موجود و گذاشته زمینه ساز برای لایک بود چرا تعلیمات مسیح علیه السلام با فراموش گذاشته شده بود با بهانی تعلیمات مسیح مردم از پیشرفت و از ترقی تقدم میماندند لذا ام خود همین امی مذهب موجود به مسیحیت این زمینه شد برای آمدن نظام های لایک یا نظام های سکولار ایجا در مسیحیت دیده می شود که در اونجا و یا در نصرانیت دیده می شود که اونجا پیروی عیسی علیه السلام وجود نداره پیروی موسی علیه السلام وجود نداره و ما پیروی بیشتر هستیم از او خاطر پیغمبر علیه السلام و سلام که سلام دادن خصایل اسلام است تقاضای ایمان است تنها و تنها مؤمن است که سلام می اندازه. غیر مؤمن اگه سلام می به اعتبای مسلمان ها سلام می داره.

گفت خوش آمدی چرا آمدی؟ گفت من شاگردی ترا میکنم گفت شاگردی مرا کرده نمیتونی کسی از این قبلم کرده بودم خب پس معلوم می که و تقرا السلام خواندن سلام علی من عرفت و لم تعرف عرفت و عرفت یک معنا می من عرفت و عرفت ای خواند مکسور هم خوانده میشه مکسور ما قبل هم خوانده مفتوح ما قبل هم خوانده میشه هر دویش لغت فصحاست علی من عرفت به کسی که تو میشناسی ولم تعرف نمیشناسی ولا من عرفت ولا من تعرف باز میشه دو وقت آیا تو میشناسی یا نمیشناسی با کلگی سلام بیانداز چون این تحیه اسلامی است و این تحیه تحیه الله است و الله رب العزت خودشی را سلام خوانده الله چی میگه؟ در قرآن از سلام خود الله کدام جای سلام گفته؟ سلام علیکم الله گفته سلام بر شما باد باز معمودی شده است که اهل سنت والجماعت السلام علیکم با لام میگن میگه سواب از بیشتر است

در عرفات این جاهای مزدحم این شریعت اسلامی اجازه داده که در دا جاهای مزدحم میتونی که سلام نگویی جاهای مزدحم را شریعت اسلامی معفو قرار داده و این را چی علما به طبق حرج به خاطر عدم حرج شریعت اسلامی با مبنای عدم حرج است یعنی حرج اجازه نیست یعنی نه شریعت اسلامی نمیخواد که حرج واقع شوی در جایی که حرج بودی که سلام نتی اما جایی که حرج نبود سلام بده اگر سلام میدانی به کوچا و بازارهای غیر مزدحم اگر اونجا سلام میت آدم بت سلام خود تو اگر در بازارهای مزدحم میری که اونجا حرج واقعی میشه شرط دیگه که سلام نکن. علما میفرمایند که در سلام به زبان خالی سلام نبی که شبیه میگه به گذشته ها نشه بعضی ها فرعون نسبت میتن بعضی اهل کتاب میگن که سلام پیغمبر علیه السلام میگه میگه نصارا میگه نصارا میگه به کف دست سلام میتن نصارا میگه با کف دست سلام میتن مسلمان باید با زبان خود سلام بده اگر اشاره میکنه با توام زبان و دست سلام علیکم ماده در که با دست بالا میگیم سلام این تو کف دست نمیگیرم این تو به خاطری که در حدیث آمده که چی سلام نصاراست است سلام علیکم دست ای تو یک شور بده اقلا که بفهمه سلام علیکم دست بلند میکنی منتو سلام کرده در زبان بگو اگر نگوی سلام شباهت به اهل کتاب داره علیک سلام پیغمبر اسلام میگه لا تقول علیک سلامه. ما یک میگفتم

علیه که سلام نگوی سلام مرداست ما زنده هستم باز بارم حدیث خان حدیث که خان باز ما متوجهش گفتم الله توبه دیگه تو کلام ما نمیگفت اگر نه پیش ما محسنی یاد گرفته بودیم محسنی بسیار خوب سلام محسنی که سلام بتی محسنی شیعه میگه که اصف شیخ محسنی میگه که علیک السلام و رحمت الله و برکاته اوی توری میگم و از اونم یاد گرفته بودم ما ما متدا دانم ششته بود علیک السلام باز می لبیب مرا به محدث متوجه ساخت و خدا خیرش بده که یک علم از پیش آموختم و یک خطای اصلاح کرد گفت که لا تقل علیک السلام حدیث بر نشان داد که پیغمبر رسول میگه لا تقل عليك السلام و قولوا وعليكم السلام و رحمت الله فان ما عليك السلام تحیه الموتا میگه ای تحیه مرده ها سلام شما میگه و علیکم السلام بگی علیک السلام درست نیست اگر چی شیعه ها استعمال میکنن ولی طبق روایت اهل سنت ممنوع شده از علیک السلام بلکه بگه که و السلام بگه دیگه شو در دویش السلام باید بگه خب این ای حدیث میگه که سلام با کسی که میشناسی یا نمیشناسی سلام پر تو بخاطر که افشای سلام جز است یکی سلام پیغام داره پیغام سلامتی داره پیغام سلامتی داره السلام علیکم از طرف ما به تو سلامتی است ما به تو ضرر نمیرسانم و تو هم بر ما بالمقابل ضرر نرسان معنایش نمی است السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برکاته بمقابلة جانب مقابلت مسج میتی سلام دادم سلامتی الله بات باد و هم به سلام بده و بالمقابل تو هم به سلام, سلام بگو یعنی يعني ما که بر تو سلامتی از طرف مسج و پیغام و امن و امان صلح و سلام را افاده میکنه السلام عليكم و علیکم السلام میگه برد اینا پیام سر دومی که این محبت را زیاد میکنه پیغمبر علیه صلات و سلام سر اطفال سلام میداد بسیار سر اطفال سلام میداد همیشه انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه میگه می ما اطفال خرد بودیم بازی میکردیم یک روز میگه پیغمبر علیه و سلام آمد میگه مرا پشت کار رایی کرد ما گفتم نمیکنم کار همیت بازی گوشی کردم و بچه خرد دیگه افساله بچه اصلا میگه رفتم به بیرون زمانی که به بیرون رفتم که ده بچه در بازی مشغول شدم در ساتیری دیدم که پیامبر علیه السلام یک چند قباد خودش پشت همون کار آمد گفت من متوجه نبودم که این دست مبارک را در بین دو کف شانه مان در بین دو از این زیر لباسم تیر کرد میگه قسم با خداست که من فکر کردم که توتی برف در تابستان گرم بود به سعودی خیلی گرم است این را در بین دو شانه مان و رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبی و سلم گفت چه کار گفتی ها اما فعلتا انا سکتو نرفتی و کار نکردی میگم ما دیگه گفتم که الان افعال یا رسول الله آلی میرم میکنم کار بعد میگه قسم به خداست که عزی کرده میگم ما دست خوشبوتر ندیده بودم و عزی کرده انسان مهربانتر ندیده بودم برای اطفال سلام میانداخت و ما اطفال را. یک برادر میگم ما داشتم گنجشکک داشت برادر انس رضی الله تعالی بود برای عزی میگه پیغمبر را اسلامیان و پرسان گنجشک شلایده میکد که گنجشک علایده پرسان چطور از گنجشکاکت باز بازیگر از گنجشکاکش مرد پیغمبر علی صلی علیه و سلام میگه خانه محمد دید گفت که یا ابا نو قیر ما فعلا نقیر میگه ای ابا نو قیر میگه چی کردی گنجش چی شد میگه او مرد یا رسول الله او پیغمبر میگه افسوس برش نشان داد این این منتهای محبت و سمیمیت یک دوم احسان فراموشی رسول اللہ صلی الله علیه و چرا خانی در حالی که صحابه زیاد بودن انس یک بچه بیوه بود مادر عزیز دیگه شوهر داشت به نام ابو طلحی انصاری رضی الله تعالی عنه به نکاح گرفته بود پدر از این مالک وفات کرد باز ابو طلحی انصاری مادرش گرفت ولی ابو طلحه گرفت امی ما می ما چی میگیم برگتای میگیم در پشتو بچه اندر شما میگه برش امی برگتای یا بچه اندر خود روان کرد برای خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله مادرش پیغمبر می احسان خانواده غریب فراموش نکرد رفت آمد به می خانواده غریب بود رفت آمد داشتن در دا خانواده ازی و خاطری که به پاس احسانی که شما بچه در خدمت ما دادین بل مقابل ما و شما وزیر در خانه بودیگاردش توهین میدانه که برادر خانی آشپز و خدمتگاه گاه به هیچ وجه رفتن نمیتونه او رئیس جمهور خانه یک آشپزش بره در حالی که او سردار دو عالم است خانه یک خادم خود میره و یک برابری که بسیار زیاد میرفت میگه در خانه ما جا مادرم جان ما رو بر شوار میگد که یا رسول الله میگه دو رکعت نماز بخوان که باز ما دو نماز بخونم با برکتی شو عمو خانه باز دو نماز میخوان ما از یک کس شنیدم والله عالم که چقدر اجی داره میگد این حول مسجد نبوی همین پایه های چراغ داره میگه هر کدام از این خانه اصحاب بود که در چیز نقشه میگه ثبت است به خاطری که مردم رو چی نکنه یک یک چراغ همین پایه های چراغ نیست او را میگه در هر کدام چراغ ها ها میگه در خانه یک از اصحاب است والله عالم ما از کسی یک عالم شنیدم مدینه مناوره برام گفت گفت اینمی چراغایی که شما میبینید دا داخل اطراف حرم نبوی است خب لذا پیغمبر عليه الصلاة و سلام میفرمود که سلام بینداز به کسی که مشناسی یا نمشناسی غرد يا الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرّد يا شبل الايمان غرّد واصدح بالقران غرّد يا شبل الايمان غرّد واصدح بالقران غرّد يا شبل الايمان غرّد واصدح بالقران فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الايمان وقرد واصدح بالقرآن أدل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر أدل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن